دوستان عزیز درود میگویم برایتان. البته این شوخی بود زیرا من نه اونقدر هم از عهده نواختن این اسباب میبرایم، ولی به هر صورت امروز ما اومدیم به فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام آکا شریف جورایف، انیخترش به انسامبل فلکی به نام آدینه هاشیموی فیلارمونی، تا اینکه نواختن ان همین اسباب را آموزیم. قصهش چگونه است حالا برایتان نشان میدهیم. مرحمت. امید از این شبو فردا ندارم، امید از این شبو فردا حجره گروه هاشیموفان است حاضر شدیم. پس از آنی که موسیقی به انجام میرسد وارد میشویم. باور دارم که آن نفرانی که در اینجا فعالیت میکنند بسیار چیزها را میدانند و همه روزه با فلک سر و کار دارند. ما بسیار چیزها را آموخته میتوانیم درباره فلک، اینچنین شناسایی پیدا میکنیم و از جریان مشق و تمرینشان نیز آگاه میکردیم. موسیقی به انجام رسید، وارد میشویم. خسته نباشه، خلال نرسانده؟ تشکر. ما امروز تهیه‌گران برنامه میاموزیم آمدیم تا اینکه یک برنامه خوب در باره فلک آماده کرده باشیم و باور داریم که از شما بسیار چیزها را آموختن ممکن است و اینچنین از جریان مشق و تمرین امروزتان است یکم آگاه میشویم. پیش از همه با این درگاه هنری ما خوش آمدید. بنده و دینازاده ساله نوازنده اسبابای ضربی انسامبل فلکی به نام شادروان استاد آدینه هاشیموف نزد فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام آکا شریف جورایف، چخیلی که به همگان معلوم است 10 اکتبر روز جشن فلک اعلان شده است. تای چند ماه است که هنرمندان انسامبل فلکی به نام استاد آدینه هاشیموف نزد فیلارمونی دولتی به نام استاد آکا شریف جورایف تمرین روزی گذراندن جشن فلک را دیده استودایم. ما هنرمندان این انسامبل پیش از همه کوشش نموده استودایم که روز جشن فلک، جشن فلک در سطح بلند گذرانده شود البته، و در برنامه کنسرتی ما خصوصاً سرودها، موسیقیها در ژانر فلک آماده شده استودند و موسیقی اولی همین سرشوی کنسرت جشن فلک با صدای دومره، یعنی با رازی دومره سر می شود و امید داریم که جشن فلک در سطح بلند گذرانده می شود. تشکر. ما می توانیم همون نوازش را گوش کنیم؟ بله البته. Thank you.
تشکر، صدای آشناست. تشکر میزم. دوستان، ما که حالا یک نوازش بسیار دلچسب، بسیار آشنا رو علاقه به ماشیناس رو گوش کردیم و ادامه برنامه میاموزیم است اینجا. حالا باشد نشسته ایم نزد یکی از هنرمندان همین انسامبل مهراب طلبی‌زاده چه خیلی میشناسیم و میخواهیم که نوازش دوتاری به پرده را آموزیم، یعنی دنبره را که رمزی اساسی فلک به حساب میرود. باور داریم که به این مقصد خود کمی باشد هم رسیده میتوانیم. و در آغاز بیا شناس کن دوتاری به پرده یا خود دنبره را به من و بیننده. بله، درست خیلی کردید. دنبره که خود اسباب صرف میلی تاجیکی میباشد. باید گویم که از قسم های زیرین عبارت است: کاساخونه، تخته بالای کاساخونه، خرک، دو تار و گوشک. و اینچونین پوپک که میبینید، یعنی که رمزی زیباگی ملتی تاجیک و ژانر فلک، این هم به حساب میرود در دنبره. یعنی برای آرایش است؟ البته برای آرایش در دنبره استفاده کرده میشود. و اینجا باشد از سنگ‌ها استفاده بله، کردن. بله، اینجا باشد از سنگ‌ها آرایش شده است با سنگ‌های رمزی چکن است. البته رمزی چکن. بله، تشکر و شناس هم کردی. میدونی من آموختن میخواهم که چه خیلی مینوازن این اسباب را. بگو که خودت از کی این اسباب را مینوازی و طولی چقدر وقت آموختی نواختنش؟ من وقتی که با دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان داخل شدم، اختصاصی نوازندگی مرا دومره معین کردن و گفتن که یعنی که دست تو و هنر تو برای آموختن دومره خوب است، از تو آینده باور داریم که دومره نواز میبراید. البته باید پیش از ما یک چیز را قید نماییم که دومره دارای یک اکتاب میباشد. جوری اسباب دومره را با جوری همون صورتی که اجرا مینماید سراینده یا اینکه نوازنده موافق نماییم. بله. پس طرز جور کردنش را نشان میدهی؟ البته ما هم وقت که در دانشکده اول های یعنی که آموزش درسی دومره درس های اول نمون بود و درس میخونیم، استادان به ما اولین درجه جور کردن اسباب دومره را میاموزندند. اگر که ما طور اولی دومره را سی جور کنیم، طور دیومش باشد در مسافه کوارت جور می شود از گوشکی برونگی، جور کرده شد تناسیسی. میتونی وقتی که ناجور بود احساس کردم که صدا دوخیل است، وقتی که جور کردی حس کردم که صدا یخیل میبرد از هر دو طور. همین درست است احساسی من؟ بله. خب پس از آنی که جور کردیم چیکار میکنیم؟ پس از آنی که ما دومره را جور میکنیم، ما باید اولین درجه طرزی در کرسی نشستن و طرزی داشتن اسباب را آموزیم. اینجا باز یک گپی دیگر است که سرایندگانی هستند که یعنی که راست ایستاده صورتخوانی می نمایند. اگر مشاهده کرده باشید مثال، بسیار وقت این کار را استاد نواشیم اجرا می کرد و سرایندگان دیگر دومره را این خیمه خپیدن. ما نوازنده ها باشد دومره را همیخه بالای پای مانده دستمون رو به بالای کاساخونه‌اش میگذاریم و برای که مهین براید آواز از انامین نقطه دومره انگوشت میزنیم. فهمو. و اکنون به فکرم به قسمت ناخونزنی یعنی انگوشت زدن میگذاریم. بله، به قسمت انگوشت زدن میگذاریم و این رو در زبان موسیقی شتیخ دست میگویند که ما باید اول شتیخ دستمون رو یعنی که آماده سازیم برای نواختن موسیقی. و پیش از همه باید یک مشق اولی دومره این است که دست یک بار با پایان و یک بار دیگر از پایان با بلان. یعنی با این انگشت کار نمیکنید؟ تنها البته در با این دست کار نمیکنید؟ البته مشق اولین باید، من گفتم که شتریخ دست رو باید ما آماده سازیم و برای نواختن هم آسان شود. اولین درجه با دستی راست ما میتوانیم که شتریخ دستمون رو و بعدا با دستی چپ باشد و یک چیز دیگر رو باید بیان که
ریتمی اساسی که یعنی که در چی در فلک باشد و چی در اسباب دومره باشد این یعنی که ریتمی فلک است یعنی که به زبان نوتخون رو پنج اشتیگ میگویند اولین درجه ما برای وقتی که ما دومره رو اموخته ای ساله میگویم که میاموزیم ما باید ریتمی فلک رو یاد گیریم که چون است و همین خیل اون نفرانه که نو آموزش نواختن دومبره را شروع میکنن گویم ساعت ها مشق میکنن عیناً انا همین ریتمی که اولو نواختی ها؟ البته همه آموزه مطری باید از پنج ساعت یا شش هفت ساعت کم کار نکنن زیرا که یک روزی که ما تمرین نکنیم علاقه انگوشای ما خلا باشن اونو یعنی که گم میکنن و روز دیگر ما میگویم که یک موسیقی رو نوازیم چه خیلی که اول مینواختیم ما موسیقی اول می نواختگی همون رو اون خیلی نواختن نمیتونیم البته و حاضر برای شما برای اموختن شما باید اولین درجه مشق اولی که گفتم این یعنی که اشتریخ دست رو با دومره یعنی که به طرز فلک استفاده میبریم بله یک بار با پایان و یک بار از پایان با بالا یک بار با پایان یک بار با بالا همین عمل رو تیستر اجرا میکنیم خب فهما میتونم من اجرا کنم البته برای که دستتان یعنی که در این چیز عادت یعنی عادت کنند یعنی که راست شود شما باید این رو بیشتر تمرین کنید که وقتی که با پنجه چپتان شما رو نوتها رو استفاده میبرید این دست خودش کاری خودش رو یعنی که کردن میگیرد مستقلانه اجرا کنند مستقلانه ولی کردن میگیرد گفته که برای مهینتر برآمدنی آواز ما باید از همین جا نوازیم البته خوبی علاقه برام اومده از این یعنی که تمرینی که از من با شما گفتم و یک چیز دیگر رو ایلوواگی موازیر در همین چیز باری میکنیم شما حاضر نواختید یک بار از بالا با پایان یک بار از پایان با بالا یعنی که یک چیز دیگر رو ایلوواگی باری میکنیم وقت که شما نواختید همین قدر بود ما حاضر در پس از همین چیزی نواخته شما یک بار دیگر ایلوواگی باز از پایان باز از بالا با پایان یک بار فقط یک بار البته آنکون این خیلی شد خب تکرار میکنم اگر آماده باشید حرامت چیزی که وزیر شما نواختید کمتر یعنی که سرعتش رو تیزتر کنید کوشش کردن لازم اکنون استفاده دستی دیگر یعنی دستی چپ رو می آموزاندید حاضر شما عملی ماسکو رو اجرا نمودید باز یک بار دیگر بگویم با دستی چپ باشد با انگشت کلانی می توانیم که از همین نقطه دومره وقتی که یعنی که اشتریک دستی راست رو ما یکون باری که با پایان می بریم توی دیگرش یعنی که تورها رو آزاد میکنیم
ارکستر اجرا کنه میشد؟ در اینجا که نقطه های نو ایان هست ما ناخن رو باید در همینجا گذاریم. تنها در انگشتی یکم یعنی بله. انگشت دادن. وقتی که ما دستی راست رو یعنی که اولین باری که بپن ببریم با هویم سه نه همش میشود با وقتی که ما تمرین میکنیم البته اگر که همین مشق رو شما اگر حاضر اجرا کردن گیرید و میتونید که صورتش رو کمی بلندتر کنید اگر این کنند باشد حاضر نوازید کمتر بلندتر صورتش پای در پای بنوازید با ای سر همون سر اگر همین مشق رو دو تا پای در پای اجرا کنیم علاقه موسیقی پیدا می شود بله البته علاقه یعنی که ریتمی فلک پیدا می شود در نوازش همون و اینجا باز یعنی که اما های دیگر رو ما اگر اجرا کنیم می شود خیلی خود شما فقط دو تا پای در پای انگشتان حالا عادت نکردند و گویم گوش نمی کنند البته دشوار است یعنی همین مشق رو اجرا کرده وقتی که انگشتان علاقه عادت میکنن پس اون ما میگذاریم به مشق های دیگر بله. و همین خیل موسیقی فلک پیدا میشود بله پیش از اون که اگر موسیقی ها رو ما خواهیم که آموزیم همین مشق رو باید اجرا کنیم و زینه به زینه هر یک دونی آنها رو یعنی که به خوبی نوازیم که اگر به زینه دیگری تمرین دیگری ما گذاریم علاقه اول یا اینکه دویم یا که سیم تمرین کردمون رو ما باید علاقه به خوبی نوازیم برای دیگر چیزها رو آموختن در اسبای دمره تشکر چون فرصت برنامه امکانیت نمیدهد تا اینکه ما هرچی بیشتر مشق کنیم ولی به هر صورت ما علاقه با دمره یا خود دوتار بی پرده شناس شدیم و یکم فهمیدیم که چیگونه می آموزن طرزی نواختنش رو تشکر برایت که این را به ما آموزانی بی. تشکر زیاد دوستان با همین اینجا برنامه میاموزیم را به انجام میرسانیم با امیدیان که از این برنامه برای خود یک چیز گرفته توانستید خیر خانه آباد باشید.